دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت ورود عوامل و مؤلفه های جدید و جهش مؤلفه های سابق ساخت ژئوپلیتیک منطقه را نیز در معرض دگرگونی های مهم و اساسی قرار داده و ترتیبات امنیتی را نسبت به دوره گذشته در غرب آسیا متحول ساخته است. تزايد تقابل بین ایران و رژیم صهیونیستی، انتقال اسرائیل از پوشش فرماندهی اروپایی آمریکا یوروکام به فرماندهی منطقه ایالات متحده سنتکام، روند عادی سازی روابط بعضی کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی از نشانه های خطرناک این دگرگونی است. در یابان، علی شمخانی عصر دوشنبه در نشست سفرا و رؤسای نمایندگی های ایران در کشورهای همسایه طی سخنانی با اشاره به وضعیت جهانی و تأثیرات آن بر موقعیت استراتژیک منطقه غرب آسیا، بر ضرورت اتخاذ راهبردهایی که موجب همگرایی و همافزایی کشورهای منطقه به ویژه جمهوری اسلامی ایران با همسایگانش می شود تأکید کرد. شمخانی با تشریح سیاست‌های جمهوری اسلامی در این شرایط و با توجه به استقرار دولت جدید گفت رفع هر گونه تنش و حتی سوء تفاهم، توسعه و تقویت همکاری‌های همه جانبه به ویژه در عرصه‌های اقتصادی، دفاعی امنیتی و شراکت راهبردی را از اولویت‌های مهم و اصلی سیاست خارجی کشورمان در قبال همسایگان است. دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان با اشاره به کاهش قدرت هژمونیک آمریکا و توسعه روزافزون قدرت‌های نوظهور گفت این شرایط موجب تغییرات بنیادین و ایجاد تنش‌ها و رقابت‌های جدید و هماوردی بزرگ بین‌المللی با آمریکا شده است. او افزود خروج آمریکا از منطقه به دلیل شکست سیاست‌هایش در عراق، افغانستان و غرب آسیا و اولویت یافتن مقابله با چین به عنوان تهدیدی ژئواکونومیک و روسیه به عنوان تهدیدی ژئوپلیتیک از سوی آمریکا مبتنی بر همین شرایط اتخاذ شده است. شمخانی گفت ورود عوامل و مؤلفه‌های جدید و جهش مؤلفه‌های سابق ساخت ژئوپلیتیک منطقه را نیز در معرض دگرگونی‌های مهم و اساسی قرار داده و ترتیبات امنیتی را نسبت به دوره گذشته در غرب آسیا متحول ساخته است. دبیر شورای عالی امنیت ملی تزايد تقابل بین ایران و اسرائیل، انتقال رژیم صهیونیستی از پوشش فرماندهی اروپایی آمریکا یوروکام به فرماندهی منطقه ایالات متحده سنتکام، روند عادی سازی روابط بعضی کشورهای عربی با اسرائیل از نشانه های خطرناک این دگرگونی ذکر کرد. او همچنین شکست مجموعه ائتلاف عربی در جنگ یمن، عزم جدی حزب الله لبنان برای حفظ معادله بازدارندگی و ظهور غزه به عنوان یک قدرت مهم در مقابل با اسرائیل را از دیگر نمونه های این تحولات برشمرد. شمخانی با بیان اینکه از مهمترین تحولات این دوره شکست راهبرد فشار حداکثری آمریکا و متحدانش علیه جمهوری اسلامی بود گفت امروز همه بازیگران اصلی در منطقه و جهان اذعان دارند با پایداری کم نظیر ملت ایران نه تنها فشار حداکثری آمریکا شکست خورده بلکه ایران و جبهه مقاومت توانستند بر یکی از مهمترین عوامل ناامنی در منطقه فائق آمده و کانون سازمان یافته سوی آمریکا را متلاشی کنند. نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد مجموعه این شرایط و سیلی محکمی که ایران در عین الاسد به آمریکا زد ضمن اثبات حقانیت سیاست‌های منطقه ایران بر همگان زمینه کاهش حضور و خروج آمریکا از منطقه را فراهم کرده است. دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان با اشاره به اینکه یکی از راهبردهای اصلی اسرائیل
ایران هراسی و ایجاد تنش در روابط ایران با همسایگانش می باشد تصریح کرد. به همین دلیل است که هر گونه حضور این کشور در منطقه خلیج فارس را منشأ بحران و تنش و به ضرر منافع کشورها و ملت‌های منطقه می‌دانیم. تا به کی قرار است از صبر من، از حیای من سوء استفاده شود؟ و اعتراض معلمان در میان خاموشی رسانه‌های حکومتی و وابسته پیام اقتصاد صدای معلمان است. همزمان با تحسن و اعتراض معلمان در شهرهای مختلف کشور، اما متاسفانه رسانه‌های داخل کشور که غالباً حکومتی، وابسته و رانتخار هستند، در مورد این موضوع کاملا سکوت کردند. با این حال پیام اقتصاد صدای معلمان معترض خواهد بود و از حق آنان دفاع می کند. بخشی از واکنش ها به تجمع معلمان. احسان بوداغی او می گوید چرا در این چند روز اعتراضات سراسری معلمان هیچ بازتاب و واکنشی در سطح حاکمیت نبوده؟ حتی دیگر وعده سرخرمن هم نمی دهند. عاطفه نبوی می گوید اعتراضات سراسری معلمان که گفته می شه مربوط به شیرازه عجیب عظیم و باشکوهه. دم معلمان گرم بابت تداوم و پیگیریشون واقعا. یه حرکتی رو شکل دادن که لاغل در تاریخ اعتراضات صنفی ایران بی سابقه بوده. امیدوارم که نتیجه خیلی خوبی بگیرن و مثل بقیه اعتراضات نابود نشن. محمود بهشتی لنگرودی میگه ما
خواهان اجرای اصل 30 قانون اساسی یعنی آموزش رایگان و با کیفیت هستیم. تمام آدم‌های نرمال و عادی که عقل درستی دارند همچین چیزی رو میخوان. علی نقیپور میگه تلاش معلمان برای پیگیری مطالبه خود و ساماندهی اعتراض مدنی گسترده الگوی درخشانی است از مبارزه مدنی و کار جمعی برای توانمندسازی جامعه مدنی. معلمان میگویند ما باید گرفتن حق را به دانش آموزانمان یاد بدهیم و تا وقتی که حقمان را نگیریم آروم نمیشویم. دوستان شنونده، به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا بخش بعدی، خدا نگهدار.